اگر موافق باشید بریم به ونیز، محل برگزاری جشنواره. کیمیا قربانی همکارم اونجا با ماست. کیمیا، از زبان تو بشنم از حال و هوای جشنواره ابتدا برامون بگو. سلام رضا. بله، جشنواره طبق معمول در لیدو ونیز برگزار شد و میبینم که جمعیت خوبی اومده. صبح خیلی کم بودن ولی رفته رفته جمعیت زیاد شدن. مراسم افتتاحیه با مجریگری کاترینا مورینو، بازیگری که نقش دختر جیمز باند در کازینو رویال رو بازی میکرد و از اونجا مشهور شد، مادرخوانده فستیوال ونیز نام گرفته و مجری این مراسم افتتاحیه بود. هیئت داوری هم در این مراسم حضور داشتن. دایمن شازل کارگردان فیلم لالالند که ریاست هیئت داوری رو به عهده داره، صالح باکری بازیگر فلسطینی و جین کمپیون کارگردان مطرح نیوزلند که اولین زنی بود که برنده نخل کن شد، او هم جزو هیئت جوری داوران هستش. اما درسته اعتصابات هستش و ستارگان کمی روی فرش قرمز میان، اما بزرگترین و سرشناسترین سینماگران جهان با هم رقابت میکنن رضا، از جمله بدری کوپه، لوک بسون و سوفیا کاپولا و ده ها نام دیگه هستن که با هم رقابت میکنن. و برای دوستداران ژانر فیلم های دلهوراور و روانشناختی هم بگم که دیوید فینچر با فیلم قاتل در کنار اینها رقابت میکنه. اما در بخش خارج از مسابقه هم نام‌های مهمی دیده میشه، از جمله وودی آلن با فیلم شانس، رومن پولانسکی با فیلم قصر. اما بذار از وودی آلن بگم، این فیلم کارگردان سرشناس که پنجمین فیلم خودش رو به فستیوال ونیز آورده. وودی آلن همیشه میگه که زندگی سراسر رنج و تنهاییه و زود هم به پایان میرسه، اما همیشه با آثارش این رنج رو برای مخاطبانش کم کرده و حالا این پیرمرد دوست داشتنی هفته آینده با بند موسیقی خودش به میلان میره تا موسیقی جاز دوست‌داشتنی خودش رو اجرا بکنه برای مخاطبانش در شهر میلان. و اگر اجازه بدی بینم سراغ سینمای ایران، همونطور که تو اشاره کردی می‌خواستم بگم در مورد سینمای ایران هم برامون بگی کیمیا. از غذا هم من و هم تو و هم آرش علایی، همه من کراوات صورتی و هم صورتی پوشیدی، ادامه بده. آره، همه صورتی هستیم. بله، داشتم میگفتم از فیلم آفتاب میشود که فیلم بسیار پر اهمیتی هست رضا، در بخش جورنات دی آتری پخش شد همین امروز روز اول جشنواره، بخشی که توسط کارگردانان مستقل ایتالیایی تأسیس شده و 6 فیلم با هم معمولا در این بخش رقابت میکنن. این فیلم از دل ایران میاد، از زن زندگی آزادی میگه و پایانی باز داره، اما اینقدر هوشمندانه این فیلم و فیلمساز پایان رو در واقع باز گذاشته. اما در پایان فیلم ما با خط خوش میخونیم آفتاب میشود و ناخودآگاه مخاطب رو وادار میکنه که به چیزی بجز آفتاب شدن و پیروزی و امید داشتن نیندیشه و این از هوشمندی این کارگردان جوان ایرانی آیت نجفی میاد به نظر من. و در روزهای آینده هم با فیلم زر امیر ابراهیمی رو گفتی داریم، تاتامی، که روز 4 سپتامبر پخش میشه این فیلم. و همون روز هم بعد از پخش فیلم زر امیر ابراهیمی، امروز منتشر شد کانون مستقل فیلمسازان، گفتن که به روی فرش قرمز میرن و در یک فلش مووی اونجا حاضر هستن تا همبستگی خودشون رو با جنبش زن زندگی اعلام بکنن و یک بنری رو با خودشون میبرن اونجا و سینماگران میخوان که این بنر رو امضا بکنن برای همبستگی با سینماگران ایرانی که وضعیت اسفناکی رو دارن و از حقوق اولیه خود برخوردار نیستن و در زندان هستن و چقدر شرایطشون بد هستش. و خب این اتفاقی هستش که روی فرش قرمز خواهد افتاد. اما در رابطه با همین جورنات دی آتوری که بهت گفتم، روز 5 سپتامبر ما شیرین نشاط رو اینجا داریم، بله، که جایزه راه تصویر رو به شیرین نشاط تقدیم میکنن. شیرین نشاط چهره بسیار مهمی همیشه برای فستیوال ونیز بوده و امسال هم اینجا حضور خواهد داشت که جایزه راه تصویر رو دریافت بکنه. مرسی رضا. کیمیا قربانی همکارم در ونیز ایتالیا، از جشنواره لذت ببر. مطمئنم در روزهای آینده هم با تو صحبت خواهیم کرد.